اینجا سالن عظیم ویلپند، میادگاه خیلی عظیم ایرانیان آزاده و آزادی خواهان از سراسر دنیا، ساعاتی قبل از برگزاری گردهمایی سرنوشت ساز سوم تیر است. برای برگزاری چنین گردهمایی با شکوهی، هزاران هزار ساعت کار در ماه‌ها، هفته‌ها و روزهای گذشته توسط عاشقان آزادی ایران صورت گرفته تا ضربه سهمگین دیگری باشد بر رژیم ددمنش آخوندی. دریایی کار و تلاش ظرف روزهای گذشته انجام شده تا سالن گردهمایی ویلپند چنین با شکوه برای برگزاری گردهمایی آماده بشه. شکوهی در خور ایران و ایرانی. خیلی عظیم هموطنانمون ایرانیان آزادی که 3 دهه باق ننگین دیکتاتوری آخوندی رو بر خود دارند، برای برگزاری هرچه بهترین گردهمایی و شرکت در اون سر از پا نمی‌شناسند. We'll be right back.
سلام و درود بر همه شما. ویژه برنامه گرد همایی 3 تیر، گرد همایی عظیم ایرانیان برای حفاظت از پیشتازان آزادی ایران در اشرف و لیبرتی و در حمایت از مقاومت برای آزادی ایران رو دستتون ادامه میدیم. همچنان که لحظات پیش دیدید، سالن عظیم بیلپند با هزاران هزار ساعت کار و تلاش هموطنان عزیزمون در ظرف روزها و هفته های گذشته آماده پذیرایی از خیلی عظیم ایرانیان آزاده و آزادی خواهان از سراسر جهان شده. از روزهای قبل دسته دسته ایرانیان از کشورهای مختلف جهان به پاریس وارد شدند و هم اکنون در مسیر هستند برای ورود به سالن ویلپند. برنامه امروز رو از ویلپند پاریس خدمتون تقدیم میکنیم، در استودیویی در کنار سالن عظیم ویلپند که قرار هست گرد همایی در اون برگزار بشه. میریم که داشته باشیم یک ضربه محکم دیگری رو به رژیم آخوندی با آزادی خواهانی که از سراسر دنیا در اینجا حضور دارند و با ایرانیانی که 70 میلیون هموطنشون رو در داخل ایران نمایندگی میکنند و خواست اونها رو که سرنگونی رژیم آخوندی است فریاد میکنند. در شروع برنامه امروزمون میهمان ما آقای مهدی ابرچمچی هست که مثل همیشه ما رو در این برنامه همراهی میکنند. سلام و درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مهری و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان سیمای آزادی که امروز میخوان با این ابتکار جدیدی که شما زدید قبل از شروع مراسم رسمی و سخنرانی های ویلپند هم شما رو و جلسه رو همراهی بکنن. واقعا دست مریضات خسته نباشید، دست مریضات به همه هموطنان عزیزم و سلام میکنم به همشون در سراسر دنیا، در داخل کشور، به خصوص اونایی که الان از راه‌های بسیار دور نزدیک بلند شدن. من الان که صبح وارد اینجا شدم شاهد بودم که از همین الان اتوبوس‌ها از گوشه و کنار دنیا، ماشین‌های مختلف با تراموا، مترو، غیره و زالک دارن میان به این سمت و واقعا ورود هموطنانمون خود شبیه یک تظاهرات بسیار بسیار چشمگیر بود که از کشورهای مختلف وارد می‌شدن. واقعا همین طوری که الان شما گفتین تلاش گسترده جهانی شکل گرفته تا امروز ما در اینجا جمع بشیم. واقعا قران سعدین، من تبریک میگم خدمت شما، خدمت همه هموطنان عزیزم، خدمت خواهران و برادرم در اشرف و لیبرتی که قطعا الان دارن این مراسم رو از دور نگاه میکنن و البته در قلب بسیار نزدیک. تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام حسین راهبر تاریخی مجاهدین رو که در قلب همه ما هست و در تمام گام هامون سعی میکنیم پامون رو جای مولامون بگذاریم، رهبر تاریخی مجاهدین. و همینطور عید، من احساس میکنم امروز اینجا واقعا مراسم عید مقاومت هستش و درستم هست به نظر من، به خصوص با همه پیروزیایی که وجود داشته و همه هموطنانمون در جریان هستن. سیمای آزادی گزارش کرده امروز انگار اینجا ما جمع شدیم که تمام اونها رو جشن بگیریم. واقعا ملت ما، اونایی که الان در جریان قرار میگیرن، قطعا دلشون باز میشه، امیدوار میشه، یک بار دیگه امیدوار میشن و میبینن که مقاومت مطلوبشون، محبوبشون تا چه حد جلو اومده. من واقعا باید درود بفرستم به خواهر مریم عزیزمون که با رهبری خودشون و با راهی که پیش پای ما گذاشتن، پیش پای ایرانیا گذاشتن، ما رو سرفراز کردن. واقعا امروز اینجا هستیم با این همه هموطنانمون. من و باید سپاسگزاری کنم از همه ایرانیان شرافتمندی که از گوش و کنار اومدن. من میدونم چه سختی های تحمل میکنن، بعضی هاشون وقتی میرسن اینجا 20 ساعت تو اتوبوسن، ساعت های متمادی، بعضی ها قطار، هواپیما، اتوبوس میان. من میدونم واقعا درود بر همه این اشرف نشان ها، درود بر اشرفی ها و درود بر خواهران و برادرمون در لیبرتی. امیدوار هستم که امروز همونطوری که میشه پیش بینی کرد برنامه بسیار موفقی داشته باشیم و شما هم که به نظر میرسه کاراتون از هم سالهای دیگه هم پیش رفته تر کردین، زحمت کشیدین این استودیو. خیلی خوشحال هستیم که به اتفاق همکارانمون این فرصت رو پیدا کردیم که بتونیم امسال در حاشیه این برنامه از صبح در خدمت شما باشیم. الان اینجا ساعت 11:07 به وقت پاریس هست که این برنامه قرار هست بعد از ظهر حوالی ساعت 2:30 آغاز بشه و من همینجا تشکر میکنم از همه همکارانم و دست اندرکاران سیمای آزادی که چند روز گذشته بسیار پرتلاش
این برنامه رو راه اندازی کردن به رغم همه محدودیت ها و شرایطی که بود و همهشون البته خیلی خوشحال بودن از اینکه این امکان پیدا بشه که ما بتونیم در شرایطی که همه شما دوستان عزیز از اقصا نقاط جهان به اینجا میایین پذیرای شما در این برنامه باشیم. ما آقای ابشمتی ظرف دوستی که دو روز آخر که اینجا بودیم خب با هموطنون با بسیاری نفرات برخورد داشتیم، از همچنان که گفتید از نقاط مختلف دنیا اومدن به اینجا، کسانی که از اولین واقعی که منجر به برگزاری این گرد همایی شد یعنی کودتای نافرجام رژیم و ایادیش در 2003 در صحنه بودن تا کسانی که فقط یک سال جدیدن امسال در واقع آشنا شدن با مقاومت و یا اینکه تصمیم گرفتن که در این برنامه حضور پیدا کنن. با خیلی از شما که صحبت کردم گفتید که سالیان قبل بسنده کردید به اینکه خب برخی از اعضای فامیل شما در این برنامه شرکت کنن اما بقیه شما به کاراتون برسید، ولی احساس کردین که دیگه نمیتونین این وضعیت رو ادامه بدید و لازمه که نه تنها همه فامیلتون بیاین بلکه همه رو هم تشویق کنین، چرا که این یک صدا، صدای ملت ایران و مردم ایران هست که باید به گوش برسونه و دادخواهی کنه حق مردم ایران رو و حق مقاومت ایران رو. خب آقای ابشمتی، برای هر کسی، برای هر ایرانی الان واضح هست که امسال شرایط به کلی متفاوته. بله کاملا، یعنی ما در پهنه های مختلف در حال کارزار بسیار جدی هستیم. بله. برای حمایت از حقوق و خاص مردم ایران و حفاظت از مجاهدان اشرف و لیبرتی. برای خود شما امسال چه تفاوتی داره با سالهای قبل؟ برای من همه چیز از سالهای قبل متفاوته. از همه سالهای قبل که ما یک چنین مراسمی داشتیم کاملا متفاوته، من جمله از سال گذشته که اینجا بودیم خدمت هموطنانمون به مناسبت این مراسم متفاوت، کاملا متفاوته. اصلا فضا متفاوته. به نظر من فضا، فضای پیروزی، فضا، فضای موفقیت. واقعا یادمون نرفته ما سال 2004 بعد از حوادث 2003 رژیم واقعا تلاش کرده بود که همه عوامل خودشو در سراسر جهان، همه حامیان خودشو بسیج کنه بر علیه مقاومت. خب اونام هر جا که میرفتیم طبیعی بود که رژیم شیطان سازی خودشو شروع کرده بود. الان من در یک کلام میخوام بگم تفاوت جدی مراسم امروز، تفاوت جدی شرایط امروز این هستش که مقاومت در اوج پیروزی، در اوج موفقیت، در قله های پیروزی رو یکی بعد از دیگری در سال گذشته فتح کرده و برعکس رژیم در حضیض شکست و فروپاشی و در هم ریختگی هستش در صحنه داخلی، در صحنه بین‌المللی. برعکس مقاومت کاملا در موقعیت متفاوتی قرار. این جلسه جلسه هستش که خب من تا اونجایی که اطلاع دارم امروز هواداران و دوستان مقاومت صدها شخصیت سیاسی از سراسر جهان در این جلسه شرکت خواهند کرد. این به دلیل اینکه صدای مقاومت به گوش جهانیان رسیده، به دلیل اینکه افکار عمومی فرق کرده، به دلیل اینکه اشرف لیبرتی امروز اصلا کلمه، حتی به نسبت یک سال قبل اصلا کلمه ناشناخته برای مردم جهان نیست. مردم ایران که از سالها قبل اشرف رو می‌شناسن و اشرفی ها رو، ولی الان شرایط کاملا ببینید ما سال گذشته چندین شکست بزرگ به رژیم دادیم و چندین پیروزی بزرگ برای مقاومت به دست آوردیم. از همون شروع وقتی پارسال وقتی ما در این شرایط بودیم، روزهای بعد از حمله ددمنشانه رژیم، مزدوران رژیم در عراق، در اشرف به خواهران و برادران بودن، سال 2011 19 فروردین، و خب در واقع هنوز بحث شهدای ما بود و پیکر شهدای ما بود و دفن اونها بود. امسال که ما اینجا قرار گرفتیم سالی هستش که خب ما چند توطئه رو که بلافاصله بعد از 19 فروردین مالکی اعلام کرد موفق شدیم شکست بدیم. چند سرفصل رو که مالکی مشخص کرده بود، چند اولتیماتوم رو به نظر من اشرف و اشرفیان ها له کردن، از پیش با برداشتن. آخر سال 2011 آوریل بعد الان ما اینجا هستیم. خوشبختانه ما تا امروز تونستیم توطئه هایی رو که بر علیه اشرف بوده شکست بدیم. اشرفیا و خواهران و برادرانمون در لیبرتی البته شرایطشون سخته، ولی تونستن توطئه ها رو پشت سر بگذارن. لیست آمریکا ضربه جدی خورده و اصلا از لیست ما در واقع به نظر من در اومدیم، برای اینکه عدالت آمریکا رأی داده. به نظر من وزارت خارجه هستش که باید ببینه شرف پذیرفتن حکم
غذا و دادگستری آمریکا رو داره یا نداره و همچنان میخواد سرشو میندازه پایین و این مشی بسیار زشت و کثیف رو که یعنی مماشات با آخوندهای اتمی، آخوندهای تروریست رو میخواد ادامه بده. من احساس کردم در همین فاصله که بیرون استودیو به شما بودم با هموطنانمون چند نفری که برخورد کردم، اونا که از صبح زود به نظر میرسه گلدن نتونستن طاقت بیارن بلند شدن را افتادن آره برای اینکه نزدیکتر جایی به دقیقا اومدن اینجا. البته ساعت ها ممکنه که اینجا منتظر بشن، خوشبختانه ما هوای خوبی داریم تا این ساعت اینجا، برای اون هموطنانمون هم خوب هستش. به هر حال شرایط کاملا متفاوتیه و البته این به لحاظ سالی که گذروندیم، سالی که پیش رو هست بدون تردید همه ما میدونیم. من احساس میکنم که در سال گذشته شعار میتوان و باید نه در آرمان و در اندیشه بلکه در پراتیک در عمل پیاده و اثبات شد. شعاری که خواهر مریم دادن نشون دادن که بله وقتی ما میخوایم میتونیم. اشرفی و اشرف نشان ها در سراسر جهان تونستن اون چیزی رو که میخواستن محقق کنن. بنابراین برای این امسال ما میتونیم و باید قله های بالا بلندتری رو فتح بکنیم و واقعا رژیم خمینی رو در قبر خودش دفن بکنیم انشالله برای مردممون. آقای ابشمشی یک سوال از شخص خودتون دارم. بله. ما میدونیم که شما در جریان کودتای سال 2003 جز یکی از مسئولان مقاومت ایران بودید که دستگیر شد. بله. دقایقی برگردید به اون لحظات. بله. و شرایط سختی که به هر حال شما با عنوان یکی از مسئولان مقاومت بهتر از همه میفهمید که چی داره میگذره و چه توطئه‌ای در کار هست، اگر نگاهی کنید از اون زمان تا به این زمان، این پروسه‌ای که طی شده به نظر شما مرهون چی هست؟ ببینید به نظر من دو عامل بسیار بسیار جدی و مهم در کار هستش. در تحلیل نهایی اگه من بخوام خیلی به اصطلاح به صورت عناصر تجزیه شده بگم، به نظر من یک ایستادگی با شکوه، یک رهبری بالا بلند، در این دو کلم به نظر من میشه مسیر رو که ما از اون سال یک ایستادگی با شکوه سراسری نسل فدا و ایمان از اشرف و لیبرتی تا خارج کشور. من این شانس رو داشتم که لحظه به لحظه شاهد واقعیت قضیه این هستش که طبیعی مثل هر انسانی سال 2003 وقتی که اون وحوش ریختن در مقرهای مقاومت در اوورسورواز، طبیعیه که من جز شک و تعجب و نگرانی بسیار زیاد از این چه خواهد شد نداشتم، به خصوص که تمام مسئولین وقت، دولت وقت می اومدن پشت مصاحبه، من فراموش نکردم، اعلام میکردن که ما اینا رو میخواییم متلاشیک کنیم. صحبت از اخراج بود که طبعا زمینه ساز استرداد میتونست باشه. اون شرایطی بود که گذشت. خب امروز اولا به نظر من ایستادگی در گام اول، ما مرهون فدای بیکران اون کسایی هستیم که از وجود خودشون شعله‌ای ساختن، خواهر مجاهد قهرمانمون صدیقه مجاوری و ندا حسنی و کسانی که در این مسیر جان خودشون رو به آتش کشیدن تا این توطئه سهمگین رو شکست بدن. اون نقطه بودش. ما الان در یه نقطه کاملا متفاوتی هستیم. ولی اگه به طور خلاصه بخوام بگم، همونطوری که عرض کردم دقیقا مسئله یک فدای بیکران، یک از خودگذشتگی، ایستادگی، نبرد سرمایه اصلی ماست، به اضافه واقعا رهبری شگفت‌انگیز خواهر مریم و آنچه که کرد در این مسیر که من این افتخار رو داشتم که فی الواقع در بسیاری از موارد شاهد بودم از نزدیک. واقعا در تصمیم گیری ما مراحل سهمگینی رو گذروندیم. فقط درایت ایشون و فهمی که واقعا از شرایط سیاسی قضایی داشتن. ببینید این نبرد قضایی که ما تا امروز طی کردیم، یه نگاهی بکنید، واقعا همون 17 جوان عدو سبب شود سبب خیر اگر خدا خواهد. دشمن اومد سلاح قضا رو، یعنی در واقع دادگستری رو مانیپوله کردن، دادگستری رو آلت دست خودشون کردن، دادگستری فرانسه رو بر علیه مقاومت ایران به کار گرفت و الا چه کسی حکم داد؟ چه کسی فرستاد اون اجامر اوباشو به اوور؟ ببینید زیرکانه، هوشیارانه، با درایت کامل این رهبری تا
تونست همین سلاح رو در عالی ترین شکل به نفع مقاومت و مردم ایران به کار بگیره و پیروزی بعد پیروزی برای ما خلق کنه. در ده ها دادگاه ما در سراسر جهان پیروز شدیم، به طوری که کسانی که خبیر، کسانی که واقعا کارشناس مسائل قضایی هستند، نه فقط کارشناسان سیاسی که شگفت زدن، همشون مستمرن میگن که ما در واقع خواهر مریم تونسته در این نبرد سقف‌های جدیدی در عالم قضا بزنه. به نظر من روکشو بخوام بگم، این مقاومت و خود خواهر مریم به عدالت فرانسه در واقع خدمت کردن. واقعا این جنگ که آخر منجر به اون صدور منع، قرار منع تعقیب پرونده 17 ژوئن بود، اگرچه که به نفع مقاومت بود، ولی واقعیت به نظر من این هستش که یه اعاده حیثیت از عدالت فرانسه بودش، چون این ننگی بود برای یک دستگاه قضایی که یک دستگاه مقاومت مبارز ضد فاشیسم مذهبی، ضد بنیادگرایی رو بیاد و این چنین در زنجیر مزخرفات آخوندساخته تحت عنوان نمیدونم اتهام چی و تروریستی و غیر و ذلک به اصطلاح محبوس بکنه. خب این به نظر من پیروزیای اگه من بخوام به شما بگم، واقعا ما تونستیم این فاصله رو با این دو عنصر طی کنیم. این دو عنصر دقیقا در اشرف و لیبرتی وجود داشت، در خیابون‌های ژنو وجود داشت، در خیابون‌های واشنگتن وجود داشت، در تظاهرات‌ها وجود داشت، امروز اینجا هست. کسانی که میان، اینا افرادی نیستن که ساده از خونه‌شون بلند شدن اومدن. به نظر من اولا هر تک تک اینا همونطور که بارها گفتیم نمایندگی می‌کنن هزاران ایرانی رو، چون همه‌شون خانواده‌هاشون هست و همه‌شون می‌دونن که و چقدر ایرانی ها به اینا، خیلی از خانواده هایی که شرکت میکنن تلفن زدن که خانواده هاشون در ایران ازشون خواستن این کار رو بکنن. بنابراین به نظر من این پایداری و این رهبری در کنار هم تونست توطئه ها رو پشت سر بگذاره و به پیروزی هایی دسترسی پیدا کنه که ما رو امروز در این نقطه قرار داده. اشاره کردین شما به حضور گسترده هموطنانمون. امسال رهبر مقاومت در سخنرانی که داشتن اعلام کردند که اشرف تکثیر شد و جاودانه شد در اشرفی ها و در اشرف نشان ها. دقیقا. خب این حرف معنای خیلی زیادی داره و به نظر من مسئولیت خیلی زیادی هم میاره. نگاه شما به نقش و اثرگذاری ایرانیان آزاده و کارزارشون در حمایت از مقاومت در سراسر جهان که در سال گذشته هم ما بسیار شاهد اون بودیم چی هست؟ اجازه بدید من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یه نکته رو بگم، چون خیلی حرفی که زدین و رد شدین خیلی حرف مهمیه. من از خودم تا تک تک هموطنانمون فکر میکنم اولین چیزی که باید باشه این حرفهای رهبری مقاومت رو که من به تجربه 40 و چند سالم میدونم پیوسته بیان عمیق آرمانی سیاسی و تشکیلاتی یه واقعیتیه که باید آویزه گوش کرد و باید به اون ایمان آورد، چون رهبری این مقاومت کسی نیستش که در خطیرترین لحظات جز دقیقترین کلمات رو به عنوان راهنمای عمل بده. به نظر من قبل از هر چیز توشه و سرمایه مسیری که پیش پای ما هست، همون درسی که شما میگین، این عبارت از این حرف رو تک تک ما درباره خودمون تک تکمون جدی بگیریم، به خصوص اشرف نشانهایی در خارج کشور هستن. من از اینجا مخاطبشون قرار میدم، بارها اینو گفتم، در هر فرصتی اینو تکرار کردم که ما باید اینو جدی بگیریم. جدی بگیریم یعنی چی؟ واقعا خواهر مهری نباید به این فکر کرد که تمام این تلاش های بی نظیر و شگفت انگیز کجا رفته. رهبری مقاومت به این سوال اینطوری جواب داده تو همون بیانی، میگه من وقتی اسب سوار رو بر اسب مرجح دونستم، وقتی تانک سوار رو در مقابل تانک انتخاب کردم، این معنا و مفهومی جز این نداشت که اشرف در وجود تک تک شما جاودانه شده. بنابراین از شهدای 19 بهمن، 19 فروردین تا کسانی که میدونیم چقدر تلاش میکنن، تا کسایی که جونش رو در این راه دست دادن، تا اشرفی هایی که اونجا ایستادن، ما باید ایمان ارزش هایی که اونا خلق کردند در قلب و روح و اندیشه و آرمان تک تک ما متبلور شده. خب ببینید وقتی که این باشه، درسی که برای ما داره اینه که اینو ذخیره راهمون کنیم برای سالی که پیش رو داریم. شما سوال کردین که به اصطلاح چه درسی ازش فرا میگیریم. اینو بایستی که
آویزه گوش نکنیم و بدونیم که وقتی ما چیزی رو میخواهیم و به طور جدی میخواهیم بهش میرسیم. پس بنابراین پیروزی ها، ما رژیم رو سرنگون خواهیم کرد، ما رژیم رو از تخت جباریت و ستمگری پایین خواهیم کشون، چون میتونیم، چون نشون دادیم، چون کارهای آخه نگاه کنید، یه نسلی در مقابل فقط خمینی که نایستاده، خانم بهبودی، نسل ما در مقابل رژیم خمینی و تقریبا بسیاری از دولت‌های غربی که در کنارش ایستاده بودند، در مقابل اونها ایستاد. توطئه ها توطئه فقط رژیم نبود، که هنوز که هست، هنوز هست، هنوز آمریکا علارغم حکم دادگاه خودش این مقاومت رو از لیست اجرایی خودش، لیست دولتی من اسمشو میگم، ادامه داره میده. هنوز ببینید چقدر اینا لرزانن در مسئله اتمی در مقابل رژیم، هنوز چقدر فرصت میدن به رژیم. خب ولی ما اینو فهمیدیم، گفت گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آن که هرگز به جایی نرسد فریاد است. حرف حرف صرف با این دولت‌ها کاری نمی‌کنه. ما باید قدرت سیاسیمون رو نشون بدیم. امروز هموطنان ما که اینجا هستن، ارزش کارشون در این هستش که توان و قدرت و اراده مقاومت رو برای به زیر کشیدن رژیم خمینی علی‌رغم خواست مماشاتگران در منصه ظهور قرار میدن. و بنابراین به این ترتیب از نظر من امروز گام اول، پله اول، مرتبه اول از پیروزی های سال مقاومت که پیش رومون هست رو داریم برمیداریم با همین درس که شما بهش اشاره کردیم. بله، طبعا گرده همایی امروز یکی از مصادیق همین اشرف نشان ها و ایرانیان آزاده و نقششون در کارزاریه که مقاومت ایران برای آزادی مردمش پیش میبره. خب بینندگان عزیز، همچنان که خدمتون گفتم، در ویژه برنامه ما به مناسبت گرده همایی سه تیر در خدمتون هستیم. این برنامه رو از ویلپند پاریس در کنار سالن عظیم ویلپند که همچنان که در تصاویر میبینید خیلی عظیم هموطنانمون مشغول ورود به سالن و آماده شدن برای این برنامه هستن. از آقای ابرشمچی مهمان برنامه‌مون فعلا خداحافظی می‌کنیم. تشکر می‌کنم که منم برم بپیوندم به هموطنانمون در سالن و در شور و فتور و شعارهایی که دارن از همین الان میدن و صداش وقتی تو خیابون اینجا رد میشن شنیده میشه مشارکت بکنم. بله طبعا، بعد اگه خبر جدید بود برای ما بیارید. بله چشم، بسیار سپاسگزاریم. همراه با شما این برنامه رو ادامه میدیم. من منوچهر فروزنده از دانمارک هستم که در برنامه 17 ژوئن امسال شرکت میکنم. در تمام این سالیان که توی خارج از کشور بودم و این برنامه بوده، در این برنامه شرکت کردم. بالاخص موقعی که خواهر مریم و دولت فرانسه گرفته بود، ما اومدیم و در اینجا مستقر شدیم و گفتیم تا خواهر مریم آزاد نشه ما از فرانسه نخواهیم رفت. و الان هم همینا ادامه میدیم و رژیم بدونه که ما تا آخر تا سرنگونیش ایستادیم. و از همین جام به اشرفیان عزیز و لیبرتی، اشرفیان در لیبرتی درود میفرستم و بهشون میگم که ما در خارج از کشور پشتیبانشون هستیم، در هر جا، در هر برنامه‌ای که باشه بر خط اونا و برنامه اونا رو پیش میبریم و امیدواریم که شایستگی اینو داشته باشیم که مثل اونها توی مبارزه با رژیم ایران، با رژیم کثیف، سرفراز و پاینده ایستاده حضور داشته باشیم، که حتما همینطور خواهد بود. از اینجا درود میفرستم به شما اشرفیان و رزمندگان آزادی در لیبرتی. ویژه برنامه امروز رو از سالن ویلپند پاریس در خدمت شما هستیم. مهمان دیگه که این ساعت فرصت پیدا کردن در استودیو در کنار ما حاضر باشن، آقای افشین علوی هستن. سلام بر شما افشین، خیلی خوش اومدین به برنامه‌مون. سلام علیکم، خیلی ممنون، خیلی با تشکر از اینکه وقتتون رو گذاشتید و اینکه به من اجازه دادید که بتونم با هموطنان عزیزمون و با خواهران و برادرم در اشرف و لیبرتی بتونم صحبت کنم. خب افشین، همه یادشون هست، خیلی تصاویر شما رو زیاد دیدن در اون روزهای کودتای ننگین 2003، 17 ژوئن 2003، که البته خودتون هم دستگیر شده بودین. و بعد از اینکه چگونه تک به تک در واقع مطبوعات و یا شخصیت ها با مطلع می شدن از این واقعا کار ننگینی که صورت گرفته بود علیه مقاومت مردم ایران و این معامله ننگینی که با رژیم آخوندی صورت گرفته شده بود، و می آمدن
یک به یک به حمایت از مقاومت ایران. یه مقدار از اون صحنه و خاطرات اون روز برامون بگو، چطوری سعی می‌کردی اون چیزی که اتفاق افتاده برای اونا تشریح کنی و توجهشون رو به این مسئله جلب کنی، همچنین البته شهروندان فرانسوی، و بعد این پروسه‌ای که الان طی شده و امسال ما قرار شاهد چه ثقل سیاسی در این برنامه باشیم؟ از کن خدمتون، راستش اون روزا زیاد نیاز نبود که توضیح بدین که چی گذشته، چون تقریبا به مدت 15 روز رادیو تلویزیون فرانسه و مطبوعات این کشور این مسئله رو روی اکران نگه داشت و توجهات کل افکار عمومی تو فرانسه جلب کرده بود. اتفاق بسیار بزرگی بود، در واقع در پشت پرده یک معامله با رژیم آخوندی توسط دولت وقت، و از طرف دیگه دستگیری تعداد زیادی از پناهندگان ایرانی از اعضای مقاومت که در فرانسه بودند، و 1300 پلیس رو بسیج کرده بودند. قاضی یک تروریست اینجا که بعداً البته خیلی هم بی‌اعتبار شد به اسم قاضی بروگر در پشت قضیه بود، و به محض اینکه این اتفاق افتاد، یعنی این دستگیری ها، انبوه مطبوعات و رسانه ها به اوورسوراز و در مقابل مقر رئیس جمهور برگزید مقاومت ریختند و اونجا گزارش تهیه کردند. درنش خب خیلی افکار عمومی در فرانسه در جریان این ماجرای ننگین بود. خیلی سریع هم به دلیل اینکه هموطنانمون از سراسر دنیا، واقعا میگم از سراسر دنیا، چون حتی از چین و ژاپن هم از هموطنانمون تمام زندگیشون رو ول کرده بودن و اومده بودن جلوی مقر مقاومتشون و ازش دفاع کنن و حصاری رو تشکیل بدن، و این حضور بسیار منقلب کرد، حضور این توده عظیم شهروندهای ایرانی در سراسر دنیا بسیار منقلب کرد رسانه ها رو، و از قبل رسانه ها افکار عمومی رو، چرا که خب انتظار نداشتن که چنین حمایتی از این مقاومت بشه در دورانی که در واقع یک ضربه بسیار سنگینی به زعم خودشون زده بودن به مقاومت و میخواستن که اون رو نابود کنن. این باعث شد که خب خیلی سریع افکار عمومی برگشت، یعنی میخواستن افکار عمومی رو گول بزنن، بگن آقا ما رفتیم یه مش تروریست گرفتیم. خیلی سریع در گفتگو با این افراد خب همه متوجه شدن که در پشت این یه کاسه زیر نیم کاسه است، در پشت پرده خلاصه معاملات ننگینی وجود داره. کم کم یک سری روزنامه‌نگار به اصطلاح چی میگن شریف در واقع اومدن و حق مطلب رو ادا کردن، خود هموطنانمون افشا کردن این وضعیت رو، و شخصیت‌های فرانسوی یکی یکی شروع کردن به موضع‌گیری و محکوم کردن. البته در اون تاریخ تعدادشون زیاد نبود این شخصیت‌های برجسته. خوب به خاطر دارم که همون موقع ها با چند تا از خواهران و برادرانمون رفتیم خونه آب پیر مرحوم، که بزرگترین سرشناس‌ترین روحانی مسیحی مترقی، بله، محبوب ترین شخصیت فرانسه بود در تمام طول زندگیش، که چند سال پیش فوت کرد، و اونجا ماجرا رو برای شهر دادیم و بسیار منقلب شد، و بلافاصله بعدش هم گوشی تلفن رو برداشت و بعد تماس گرفت با رئیس جمهور وقت اینجا که خودش در پشت این حمله بود و اعتراض کرد و صداش رو بلند کرد. خانم دانیل میتران بود، آقای ژان فرا خواننده خیلی برجسته فرانسوی کم نبودن، ولی خب به نسبت امروز که در واقع این حمایت از مقاومت ایران به مثابه آلترناتیو، اپوزیسیون واقعی که در مقابل این رژیم وجود داره، اپوزیسیون جدی سازماندهی شده، دارای اصول، دارای پرنسیپ، دارای یک برنامه مشخصی برای آینده ایران، برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک پلورالیست، و که در اون جدایی دین از دولت برقرار باشه و برابری زن و مرد رو احترام بذاره، اینها ارزش‌هایی که این مقاومت از طریق رئیس جمهور برگزیدش دفاع میکنه، اینها به مرور طیف گسترده‌تری از شخصیت‌های سیاسی رو
در فرانسه در حمایت از این مقاومت آورد که امروز شاهدش خواهیم بود که این تحول به نسبت 9 سال پیش چی بوده و به کجا داره میره. بله، شما خودتون در همین روزها و پس ساعت گذشته امروز که مشغول کار و فعالیت اینجا بودین چه فضایی رو مشاهده کردید؟ والا خب از کار و تلاش برای آمادگی نهایی سالن تا کارهایی که خود شما دارید برای استقبال از این همه شخصیت بله. از اقصا نقاط جهان تا حضور هموطنان. والا من دیروز خودم سالن در موقعی که هنوز در حال آماده سازی بود و همینجور مثل چی میگن مورچه‌وار مجاهدین داشتن کار میکردن و اعضای مقاومت و همچنین حامیانشون برای اینکه اینجا رو به موقع بتونن کار بسیار عظیمی در پشت این هست که من اصلا دستی درش ندارم، فقط در واقع دورادور دارم میبینم و ولی خب زحمت خیلی زیادی کشیده شده برای اینکه این برنامه برای همه تعجب آوره و دیروز در واقع تلویزیون سنای فرانسه اومده بود و از همین صحنه گزارش تهیه بود که دیشب در واقع در اخبار ساعت 7 شب خودش این رپورتاجش رو پخش کرد و اعلام کرد که از آماده سازی بله و در واقع گفت که چی قراره بگذره و سال گذشته چه جوری بوده و در همون برنامه سناتور ژان پیر میشل که رئیس کمیته فرانسوی برای ایران دموکراتیک هستش که در سنای فرانسه و در مجلس و شخصیت‌های برجسته‌ای که عضوش هستن در واقع طیفی از حامیان مقاومت ایران رو نمایندگی می‌کنه، مهمان این برنامه بود و در واقع دفاع بسیار قرایی از حقانیت این مقاومت و چرا باید از این مقاومت حمایت کرد در اونجا در پاسخ به سوالات خبرنگار گفت که بسیار بسیار آگاهی بخش بود و امروز هم هنوز خب برنامه شروع نشده ولی جمعیت خیلی زیادی اومده یک گوشه ای از بله حتما شما تلویزیونتون نشون خواهد داد، اتوبوس هایی که همینطور ردیف هستن اونجا و واقعا چشمگیره و هر کس داره در واقع بخشی از کار رو گرفته و به سبک در واقع همون به سبک مجاهدین باید بگم چون که این سبک فکر نمی کنم جای دیگه وجود داشته باشه و به عنوان یک نمونه ای از کار و کوشش و تلاش در واقع جمعی برای اینکه یک امری رو که در ظاهر غیر ممکن میشه در واقع بتونه محقق کنه و فکر میکنم این غیر ممکن اینجا داره محقق میشه. بسیار تشکر میکنم آقای علوی از این برنامه ما شرکت کردید. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم. دوستان عزیز برنامه رو ادامه خواهیم داد خدمت شما، باز هم تلاش میکنیم با دست اندرکاران برنامه، همچنین هموطنانی که در برنامه حضور دارن و با هر گوشه‌ای از این برنامه بسیار عظیم با دست اندرکارانش بتونیم، علیرغم که همه سرشون خیلی شلوغه و مشغولن، ولی ازشون خواهش کنیم چند دقیقه با ما همراه باشن و برای شما بگن که چی داره میگذره. با ما همراه باشید. Let's go, let's go, let's go.
زمانی که زمین مسخ سکون بود، دل دریا دلا دریای خون بود، به دریا دل زدی بی شک و تردید، شدی همسایه و هم جنس خورشید، تو از رفتن سرودی بی محابا، کشیدی خط باطل روی شبها، ای که پیش باورت رنگ میبازه هرچی شاید، آب پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید، ای که پیش باورت رنگ میبازه هرچی شاید، آب پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید. بستگی بود واسه هر رود سردرگم پیامت، به دریا رفتن و پیوستگی بود، ای که پیش باورت رنگ میبازه هرچی شاید، آب پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید، ای که پیش باورت رنگ میبازه هرچی شاید، آب پاد رد میشم از شب با تو میتوان و باید. باورت رنگ میبازه هرچی شاید، آب پاد رد میشم از شب با تو میتوان